سلام و وقت شما بخیر. به خبر امروز دوشنبه 13 عقرب سال 1398 هجری خورشیدی خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: برگزاری کنفرانس پلیس مردمی در بامیان. ریاست اجرایی افغانستان میگوید طرح صلح غنی طرح حکومت نیست. بازداشت شدن 20 آدم ربا در یک ماه اخیر در هرات. افزایش 2 برابر میزان خشونت علیه زنان در سرپول. و بسته شدن بخش قنسولی سفارت پاکستان در کابل. فاطمه امیری هستم با مشروع خبرها. امروز دوشنبه کنفرانس پلیس مردمی با حضور مقامات حکومتی، باشنده های محل و فرهنگیان و جوانان در بامیان برگزار شد. در این کنفرانس مل پاسوال محمد صادق مرادی، قمندان امنی ولایت بامیان، به مردم گفت که همکاری و هماهنگی شما با نیروهای امنیتی این ولایت سبب تأمین امنیت شده است. آقای مرادی از مردم بامیان خواستار همکاری دوامدار در بخش امنیت شد و به مردم این ولایت وعده سپرد که با فاسدین مبارزه جدی می نماید و آنان را به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی می نماید. در این کنفرانس مردم بامیان از فعالیت‌ها و کارکردهای نیروهای امنیتی قدردانی نمودند. بامیان یکی از ولایت‌های امن افغانستان است که در 19 سال گذشته مردم بامیان شاهد کمترین رویدادهای تروریستی و جنگ در این ولایت بوده است. مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان، درباره طرح 7 ماده صلح اشرف غنی که اخیراً توسط رسانه‌ها منتشر شده بود تصریح کرد که برای تهیه این طرح با ریاست اجرایی مشورت نشده و این طرح را نمیتوان طرح دولت افغانستان برای صلح دانست، زیرا دولت کنونی از 2 جناح تشکیل شده است که یک طرف آن ریاست اجرایی است. وی افزود که برای ایجاد طرح صلح باید با تمامی جناها، احزاب، چهره‌های سیاسی و نمایندگان نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ای بحث و تبادل نظر شود. گفتنی است که ریاست اجرایی افغانستان تاکنون به طور مستقل طرحی را برای برقرار صلح در این کشور ارائه نکرده است. در یک ماه اخیر 20 آدم ربا در هرات بازداشت شده است. مقام‌های محلی در ولایت هرات می‌گوید که در جریان یک ماه اخیر 20 آدم ربا سوی نیروهای امنیت ملی در این ولایت بازداشت شده اند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، امروز گفت که این افراد شهروندان هرات را پس از اختطاف به مخفیگاه‌هایشان در ولسوالی‌های گلران و انجیل انتقال می‌دادند، که از نزد افراد بازداشت شده بیش از 1,200,000 افغانی، 7 اراده موتر و مقدار سلاح و مهمات به دست نیروهای امنیت ملی افتاده است. این در حال است که شورای ولایتی هرات از افزایش آدم ربایی و ناامنی در این ولایت ابراز نگرانی می کند. تیم ملی تکواندوی کشور عازم چین شد. تیم ملی تکواندوی کشور برای حضور در مسابقات آزاد چین عازم شهر ژیان شد. رقابت‌های آزاد تکواندوی چین از 7 الی 9 ماه نوامبر با حضور تکواندوکاران کشورهای مختلف جهان برگزار می‌گردد. در این رقابت‌ها تیم ملی کشور با 6 تکواندوکار حضور یافته است. محسن رضایی و حکمت الله زین در وزن اول المپیکی، فرزاد منصوری و حسین لطفی در وزن دوم المپیکی و همچنان زهرا مرزایی و سمیه غلامی در 2 وزن المپیکی بانوان در این مسابقات حضور دارد. محمد بشیر ترکی و روح الله نکپا نیز هدایت تیم را به عهده دارند. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی، میگوید که در اصول مخالف مبادله زندانیان به ویژه انس حقانی با 2 استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان است.
انس حقانی و سه فرمانده مهم دیگر طالبان در میان 80 عضو این گروه هستند که خواسته شده است در برابر رهایی دو استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان مبادله شوند. انس حقانی و این سه فرمانده مهم طالبان در زمان ریاست آقای نبیل در ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت شده بودند. آقای نبیل رهایی این افراد را به امنیت کشور خطرناک می داند، اما به این باور است که اگر این کار سبب آغاز گفتگوهای صلح شود می شود که چنین قربانی را پذیرفت. با این همه منابع نزدیک به طالبان می گوید که تاکنون آمریکا و طالبان درباره آن اعضای گروه طالبان که قرار است با دو استاد دانشگاه آمریکایی مبادله شوند به یک توافق نهایی نرسیده است. مقام‌های محلی می‌گوید میزان خشونت علیه زنان در سر پل دو برابر افزایش یافته است. نبیلا حبیبی رئیس امور زنان سر پل می‌گوید آنها در 6 ماه اول سال جاری 166 قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کرده‌اند. او گفت که این قضایا شامل موارد قتل، لاتوکوب و ازدواج‌های اجباری بوده است. خانم حبیبی افسود آنها در تمام سال گذشته 163 مورد خشونت را ثبت کرده بودند، اما تنها در 6 ماه نخست امسال 166 قضیه خشونت علیه زنان در این ولایت وجود دارد که افزایش را نشان می دهد. ریاست امور زنان سرپول همچنان می گوید در جمع این خشونت ها 3 مورد محاکم صحرایی زنان از سوی طالبان نیز ثبت شده است. و بخش کنسولی سفارت پاکستان در کابل بسته شد. بخش کنسولی سفارت پاکستان در کابل سر از امروز دوشنبه 13 عقرب برای مدت نامعلوم بسته شده است. سفارت پاکستان در کابل در اعلامیه گفته است که به دلایل امنیتی شعبه کنسولی سفارت تا اطلاع بعدی بسته خواهد بود. در همین حال وزارت خارجه پاکستان نیز در اعلامیه گفته است که مستشار سفارت افغانستان در اسلام آباد را برای ارائه توضیحات در مورد نگرانی های شدید در مورد امنیت کارمندان دفاتر دیپلماتیک پاکستان در افغانستان به این وزارت احضار کرده است. بخش کنسولی سفارت پاکستان در کابل در حال برای مدت نامعلوم بسته شده است که این سفارت پیش از این از متقاضیان ویزای این کشور خواسته بود که تنها برای انجام سفرهای عاجل درخواست ویزا بدهند. بیننده های گرامی، در بخش پایان خبری امروز قرار داریم. سپاس از همراهی شما تا این دم. بقیه لحظات شما خوش. الله یار و نگهدار شما.